عیدی و نوروز و اینا. دستم به این کارا نمیره. من افتخار میکنم در تاریخ رسانه های گروهی برون مرزی نظیر سعید سکویی نیمد. یک تنه بیسته مدیریت کنه یک رسانه رو 8 ماه با کمک مستقیم مردم بگردونه. حتی اون شالاتانا، حتی اون بی پدر و مادرا، حتی وابسته های به رژیم که اول اومدن تو خودشون رو کنار کشیدن، اونها هم همون اول کار فهمیدن اینجا خوش رقصی و بازی نمیشه کرد. این سعید سکویی از اونا نیست که ما بازیش بدیم. خودشون خوب میفهمن من چی میگم. بزرگترین برنامه سازهایی که تو این شهر دارن کار میکنن سر و تهشون رو بگیری با 1000 حقه بازی 2000 دفعه به چلونیشون 5-6000 دلار دارن درآمد دارن. از اون 100 دلار 50 دلار 500 دلاری که از این ور اونور براشون میاد، یه 2-3000 دلاری که از ساب تلویزیون میگیرن، یه 3-4000 دلار 2-3000 دلاری هم که از اسپانسرا و این حرفا میگیرن تا یک سری اهداف رو پیش ببرن. 5-6000 دلار مکس. من به تنهایی تو این تلویزیون مایی 50-60000 دلار شما مردم پول فرستادید. این اعتماد شما بود، این اعتقاد شما بود، این همون ملی مردمی بودن این رسانه بود، این عرق ملی بود، این ناسیونالیسم ملی بود. یعنی به اندازه تمام این 10-15-20 سالی که اینا در زندگیشون اینجا کار کردند و پول ساختن تو رسانه ها. ساب تلویزیون ها رو نمیگم، برنامه سازان بگم، چون ساب تلویزیون ها اکثرا نوکران پول هستند. از همشون اگر بخواد انسان وجدان نداشته باشه، شرف نداشته باشه، شالاتان باشه، حق باز باشه، کلا آخه شما مردم 1 میلیون بارم حق بازی و شالاتانی اینا رو دیدید. از سوادش بگیرید، از مدت اقامت در آمریکاش بگیرید، از نمیدونم خونوادش بگیرید، از هر چی که بگیرید، از هر ترکیبش که بگیرید، همشون رو من مثل پول خورد تو این جیبم میریزم، از این جیب تو اون جیب. اما شما واقعا توانستید بفهمید این تیوی، این تلویزیون، این رسانه چه کرد؟ تند آقا، به همه فوش میده آقا. به کی فوش میدیم؟ به اونهایی که 30 سال این رژیم رو نگه داشتن، به اونهایی که هنوز تو 25 و 28 مرداد گیر کردن، به اونهایی که با نقاب مصدق و نمیدونم مارکس و لنین و این حرفا این رژیم رو کار آوردن 30 ساله دارن حفظش میکنند، با اینها میشه همبستگی کرد؟ من میدونم چه کردم. خیلی از شما ها فهمیدید من چه کردم. اجازه بدید ادامه پیدا کنه این راه. این راه، این رسانه آزادی ایران رو به همراه میاره. ما اگر بمانیم و بتوانیم، من این گول من، این هدف من که جمع کردن 50-60000 تا ایرانی، وقتی اینا رو جمع کردی اینها اپلیگیت میشن زیر یک چتر، بیان اون چتر وطن پرستی، اون چتر آزادی ایران، اون چتر مرگ بر حکومت اسلامی، اون چتر نشون دادن به این آمریکا و گاورمنتش، دولتش، که ما مردم ایران هستیم و خواهان نابودی رژیم اسلامی هستیم. ما هستیم. به تنهایی 1000 رمز و راز داره که 999 تاش تو دست جیب اطلاعاتی های رژیم اسلامی. یه چیزی اون وسطش بذارید. یک بار من فرصت میدم، اپورتیونیتی میدم، احساس کنم روتون زیاد شده، بیخ خرتون رو اینجوری میگیرم، کما اینکه تو این 8 ماه اگر من نبودم شما 10000 نوع مختلف سر این مردم رو کلا گذاشته بودید. من باعث شدم که در آمریکا و اروپا بسیاری از شماها ببینن که پشم و پیلی شما تو حق بازی و کلک و بی پدر و مادر بازی و شالاتان بازی ریخته دیگه، چون دستتون رو رو کردم. حالا رفتید آویزون شدید به 5000 تومن 10000 تومن مردم و در خارج از کشورم یک سری اسپانسرهای حکومت اسلامی یا دستگاه اطلاعاتی خارجی دارن ساپورتتون میکنن. 200 تا به این تلویزیون، اون به اون تلویزیون، اون از زیر به اون تلویزیون، سپاه از اون بر به اون تلویزیون، طرفداران رفسنجانی به اون بر، طرفداران احمدی نژاد به اون بر. ما فقط و فقط اتکایمون شما مردمه. سا
ساب تلویزیونی که 8000 دلار میگیره تا یه برنامه ساز رو بذاره هفته 6 ساعت برنامه اجرا کنه، که اون آدم بشینه فقط به پادشاهان پهلوی فوش بده. اون ساب تلویزیون به یک طریقی خریداری شده. ساب تلویزیونی که 7-8 تا عقیده مخت، این دموکراسی نیستا. دموکراسی اگر همه شد، اول برنامه شد و آخر برنامه شد و وسط برنامه شد بگن down with Islamic Republic government in Iran در کلیت و در تمامیتش، یعنی نیم ساعت از برنامه شون رو به جنایات این رژیم بپردازن، نه تاریخ خونی و کتاب خونی و این گونه مسائل، صحرای کربلا به رضا شاه و محمد رضا شاه آریامر فوش دادن و این گونه مسائل و هزار کلک و حق بازی دیگه، سناریوهای جدیدی که مردم هنوز خوششون میاد، هنوز دل بهش دارن، بیارن و پیاده کنن، اما ترکیب رو طوری نشون بدن که ما ببینید کنترل رو همه جا داریم، در هر سطحی داریم. بازی اینه، درک میکنید؟ بسیاری از این بازیهایی که داره میشه مانورهایی است برای شما مردم در مقابل تلویزیون آریامر. برای من مهم اونه که من چی از شاهزادم، از پادشاهم میخوام، با صدای بلند فریادش میکنم. من اون دوران گذشته و شیرجه رفتن و شرفیاب شدن و دستبوسی و دستمال ابریشم و همین مسائلی که ما رو پدرمون رو در بود ما رو بیچاره کرد و در بین همین ها چقدر خائن و جاسوس و بی پدر و مادر و حروم زاده مثل فردوست و مثل دیگران در اومدن که به پادشاه ما خیانت کردن، من از اون آدما نیستم، از این آدما متنفرم. من یه جا شاهزاده رضا پهلوی رو احساس میکنم باید یک چیزی به عنوان یک شهروند بگم با صدای بلند فریاد، اصلا هم برام مهم نیست این پلاسیده، اون بی پدر و مادر، اون دوزاری، اون رویا پرور چی احساس میکنه. 30 سال من اینها رو همشون رو ریز و درشتشون رو دیدم. من به اون مردم در درون ایران تفکر میکنم. من به اون دختری که میخواد دانشگاه بره شهریه نداره تنش رو یواشکی میفروشه تفکر میکنم. من به اون دختری که تنش رو میفروشه تا خرج پدر و مادرش رو بده تفکر میکنم. من به اون بچه هایی که مادر پدرشون نشستن موشون داره سفید میشه هروئین کشیدن بچه هاشون رو میبینن تفکر. من به تاراج اموال ملیم تفکر میکنم. من برام مهم نیست 10 تا 15 تا 50 تا 500 تا آدم چی فکر بکنه، چون فکر و اندیشه اینها رو در طول 30 سال گذشته دیدم. تباهی بوده، عقب ماندگی بوده، دور یک دایره گردیدن بوده و نیروهای بازدارنده بوده. سعید سکوی is a different person. اصلا نمیتونید مقایسش کنید با اونایی دیگه. بیست و دو ماهه دارم فش میکنم تمام DVD برنامه هام رو رو هم بگذارم در 5-6 قسمت 5 تا 10 تا 10 تا به شماها بدم. نکردم این کارو. برای که گفتم من خودم این کارهایی که اونایی دیگه میکنن برای کاسبی رو، باز میگن ما سیاسی هستیم ولی این کارا رو هم میکنن. سیاسی از این مردم باید حمایتتون بکنند اگر احساس کنند واقعا رگ و ریشتون پاکه، ولی نه سیاسی بودن برای کاسبی کردن. با نام وطن کلا سر مردم گذاشتن. خیانتی که رسانه های گروهی برون مرزی به ملت ایران کردند اگر نگم بیشتر کمتر از خیانتی که رژیم اسلامی به ایران کرد نبود. خیانتی که احزاب و گروه های سیاسی و رهبران سیاسی به ملت ایران در طول 30 سال گذشته کردند اصلا کوچکش نگیرید. 30 سال گذشته آقا، بیاییم با این همه تجربه، با این همه خطاهای تاریخی دستهای همدیگره بگیریم، خبر مرگتون چرا نمیاد؟ کو این سیاست مداران، این روشنفکران، این اندیشمندان یه ورقه ندارن برای رهایی ایران؟ هر روز بشینیم یه تحلیلی، رادیو وایس آف امریکا اینو گفت، دویچه وله اونو گفت، الشغل الاوسط اینو گفت، رادیو زمانه اینو گفت، این سایت